به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای کدیور. امروز مصادف با 20 دی ماه 1399 و 9 ژانویه 2021 و این جلسه 38مین جلسه ما از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی است. عنوان این جلسه چالش اسلام و قدرت است و بنا داریم در این جلسه نقدی منصفانه و علمی به دعاوی اخیر ارائه شده توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش داشته باشیم. دکتر سروش اخیراً در چندین جلسه مطالبی به عنوان دین و قدرت ارائه نمودند و در دو سخنرانی آخر خودشون با صورتبندی جدیدی به معرفی دیدگاه خود در حوزه دین و قدرت پرداختند. در همین راستا میخواستم مواردی که در اطلاعیه این برنامه که به صورت عمومی منتشر شد را هم خدمت مخاطبین گرامی مرور بکنم. در آنجا به 5 گام برداشته شده توسط دکتر سروش در راستای اجرای برنامه اصلاح دین اشاره شد که به اختصار خدمت شما عرض میکنم. گام اول، اسلام یعنی تاریخ اسلام و تفسیر آن. قرآن تألیف محمد است و تابع شخصیت. گام دوم، اسلام دینی خشن، خدای اسلام سلطانی مقتدر، قرآن کتاب خوفنامه و محمد عارفی مسلح و پیامبری اقتدارگرا بوده است. گام سوم، صوفیان خصوصا مولوی نقص اسلام عبوس را رفع کرده، عشق و طرب را با آن افزودند. گام چهارم، اسلام به منزله قدرت در تعامل با دیگر قدرت ها برای تثبیت به ارعاب احتیاج دارد. و گام چهارم، روح اقتدار طلبی از جانب پیامبر در دین، کتاب و پیروانش دمیده شده است. در این وبینار بنا داریم به پرسش‌های فراوانی از قبیل اینکه این گام‌ها و مقدمه‌های مطرح شده توسط آقای سروش بر چه ادله مبتنی هستند بپردازیم. قبل از شروع سخنرانی امروز توضیحاتی هم در مورد روال این جلسه خدمت دوستان عرض می‌کنم. این جلسه به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول حدوداً 1 ساعت خواهد بود و به ارائه جناب آقای کدیور، و بخش دوم هم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن به برگزار کنندگان کتباً ارسال بکنن که در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح کنیم. از همه دوستانم هم خواهش میکنم که لطفاً در طی برگزاری این جلسه صدا و تصویرشون رو حتما خاموش بکنن. دعوت میکنم شنونده جلسه امروز ما باشید با عنوان چالش اسلام و قدرت، نقد سروش. جناب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عذرخواهی میکنم از اینکه اینستاگرام ظاهرا اینجا کار نکرده، لذا دوستان که از اون طریق میخوان بیان لطف کنن بیان توی گوتو میتینگ، همینجا خدمتشون باشیم. بحثم رو شروع میکنم با عنوان چالش اسلام و قدرت. دانشمند محترم و روشنفکر دینی پیشکسوت جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش 5مین گام خود را در اجرای برنامه پژوهشی اصلاح دین برداشت. گام اول قبض و بست تئوریک شریعت بود. گام دوم پلورالیسم دینی یا صراط‌های مستقیم. گام سوم تبعیت وحی از شخصیت بشری محمد، یعنی بست تجربه نبوی. گام چهارم رؤیا پنداری وحی یا رؤیای رسولانه. و گام پنجم پیامبر اقتدارگرا. ایشان در گام نخست در پی اصلاح معرفت دینی بود و اصل دین را قدسی می دانست. از گام دوم و خصوصا گام سوم به بعد وارد پروژه اصلاح خود دین شد. در گام اخیر به جای معرفت یا تجربه دینی به امر اجتماعی پرداخت. دین به مثابه امر اجتماعی پرداخت که امر مبارکی است و از آن باید استقبال کرد. ارتباط دین و قدرت بحثی لازم و مفید است که نکته سنجی هایی درباره آن می تواند برای دینداری بسیار مفید و مطلوب باشد.
دوست گرامی طی دو سخنرانی حاصل 30 جلسه دروس عمومیش را تلخیص کرد. این دو جلسه پریشان و مشوش فاقد هر گونه صورتبندی منظم و خطابه ای نامنسجم بود. اهمیت بحث اقتضا می کرد بحث به روش آکادمیک مکتوب می شد. ادبیات تحقیق مرور می شد. به منابع ارجاع داده می شد. روش یا روش های تحقیق مشخص می شد. از اصطلاحات دقیق علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شد. خصوصا که گفته شد وارد بحث جامعه شناسی و علوم سیاسی شدند. ادله با مدعا سازگار می بود. ناسازگاری های درونی متعدد مرتفع می شد. با دعاوی پیشین گوینده نسبت برقرار می شد. با منابع اسلامی گزینشی سلکتیو برخورد نمی شد و ادله‌ای که خلاف مدعای گوینده است مورد نقد قرار می گرفت. به هر حوزه ای سرک کشیده شده آرای چهره های اصلی آن حوزه ملاحظه شده باشد. متاسفانه در این دو سخنرانی هیچ یک از موازین علمی رعایت نشده بود و علاوه بر آن وجدان دینی مؤمنان را به شدت جریحه‌دار کرد. از دیگر نتایج این گام جدید علمی جدایی کامل نواندیشی دینی یعنی قائلان به اصلاح معرفت دینی از روشنفکری دینی که سرگرم به اصلاح اصل دین هستند خواهد بود. من طی حداقل دو جلسه به نقد ادعاهای اصلی این دو سخنرانی میپردازم. همتم مصروف نقد قول است نه نقد قائل. ارسطو در نقد استادش افلاطون میگفت من افلاطون را دوست میدارم اما حقیقت را بیش از افلاطون دوست دارم. من هم دکتر سروش را دوست دارم اما حقیقت را از ایشان بیشتر دوست دارم. بحثم در این جلسات هم معطوف به نتیجه نیست که چرا از این نتایجی که ایشان گرفته است این مقدمات پیچیده است چنان نتایجی در مورد اسلام به دست آمده است. خیر، بحث من مشخصا درباره شیوه علمی رسیدن به چنین نتایجی است. امید دارم که دوست محترم همچنان که در جلسه دوم خشونت منتسب به اسلام و پیامبر را به نحوی پس گرفت در جلسات بعدی هم دیگر خطاهای فاحشش را نیز شخصا اصلاح کند. بالاخره تیری از کمان پریده و نسبت‌های به شدت ناروا متوجه خدا، قرآن و پیامبر شده که خلاف موازین مسلم علوم انسانی، تاریخی و دینی است. هدف بحث من پرداختن به نکات این نکات اهم است. طرح این گونه مباحث را از ایشان و دیگران در نهایت به سود تقویت هاضمه اندیشه اسلامی می‌دانم. خدای رحمان و رحیم، اسلام رحمانی، پیامبر رحمت و اخلاق مدار و قرآن کتاب صلح مداری و رحمت از بوته مساف با این گونه نسبت‌های غیر علمی و غیر منصفانه سربلند به در خواهند آمد. چون ایشان خود در هر دو سخنرانی نظریه اخیرشون رو صورت بندی نکردند، به همین دلیل ذکر کردم پریشان و مشوش بود، من صورت بندی کردم. صورت بندیم را هم قبل از سخنرانی به اطلاع ایشون رساندم. بنابراین اعتراضی نسبت به صورت بندی نبود، صرفا کلمه خشونت بود که به ایشون عرض کردم که این لوازم کلام شماست اگرچه شما به اون تصریح ندارید. الان هم همین رو میگم. خب قبل از من این مقدمات خونده شد اما این مقدمات رو دوباره عرض میکنم و میگم کدومش رو امروز و کدومش رو جلسات بعدی بهش خواهم پرداخت. مقدمه اول یعنی اسلام، یعنی تاریخ اسلام و تفسیر آن. قرآن تألیف محمد است و تابع شخصیت او.
مقدمه دوم اسلام دینی خشن. این خشن رو لازمه کلام دکتر سروش است، ایشون به این مطلب تصریح ندارن، نفیش هم کردن، من برای رعایت امانتداری عینش رو میگم. خدای اسلام سلطان مقتدر، قرآن کتاب خوفنامه، محمد عارفی مسلح و پیامبر اقتدارگرا بوده است. مقدمه سوم صوفیان خصوصا مولوی نقص اسلام عبوس را رد کرده، عشق و طرب را به آن افزودند. مثنوی و دیوان شمس عشق نامه هستند. اجازه بدید من این را قطع کنم که صدا ند. مقدمه چهارم اسلام به منزله قدرت که تصریح کردند لزوما مذموم نیست، در تعامل با دیگر قدرت ها برای تثبیت به ارعاب احتیاج دارد. مقدمه پنجم روح اقتدار طلبی از جانب پیامبر در دین، کتاب و پیروانش دمیده شده است. برخی شواهدی که برای این مقدمه پنجم اهم شواهدشون، شواهد زیادی آوردن، تا برخیش به قدری ضعیف است که ارزش ذکر هم ندارد، اما شواهد اصلیش ایناست: روایات متواتر قتل مرتد، مأموریت پیامبر برای جنگ با مردم برای مسلمان کردن آنها یعنی اسلام به ضرب شمشیر یعنی همون جهاد ابتدایی، نصر به رعب، ولایت الهی، رخصت کشتن کودک بیگناه توسط خضر و شارع بودن که شامل رخصت صدور احکام مجازات و اعدام افراد می شود. خب از این پنج مقدمه، چهار مقدمه‌اش رو من جلسه جلسات دیگر بحث خواهم کرد. بحثم رو امروز متمرکز رو در مقدمه آخر بکنم. چرا از این؟ چون نقد مقدمه اخیر دشوارتر، تخصصی‌تر است و کمتر از جانب منتقدان به آن پرداخته شده. خوشبختانه نقدهای فراوانی علل اغلب مؤدبانه و علمی صورت گرفته، به مسائل متعددی اشاره کردن، بسیاریش درست است، اما کمتر به این مسئله که من در این جلسه میخوام بپردازم اشاره شده. نقد آن یعنی نقد مقدمه پنجم مدخل نقد دیگر مقدمات خواهد بود. چند تا فرض من اینجا میکنم که به هیچ کدامش قرار نیست این جلسه بپردازم، یعنی همه رو فرض میکنم ایشون درست فرمودن، جلسه بعد اثبات خواهم کرد که هیچ کدومش درست نیست، اما این جلسه فرض رو بلیم میذارم که درست است. فرض میکنیم پدیده های اجتماعی تک عاملی هستند که خب بطلانش بدیهی است، اما فرض میکنیم اما پدیده های اجتماعی یه عامل دارن، اون عاملش هم درون مسلمان ها همین شخصیت پیغمبرشون است. فرض میکنیم این گزاره که نحوه عملکرد پیروان یک دین در طول تاریخ همیشه و همه جا یکسان بوده، اینم از فرضهای 100% باطل است. یعنی این که اگر مسلمان های کاری مثلا در عربستان میکنن الان در مالزی و اندونزی و تونس و ایران و جاهای دیگه و ترکیه، اینا مثل همین است، این قرن با قرنهای دیگه همش یکسان هست و ما میتونیم یک خصوصیت واحد از همه اینها استخراج بکنیم. فرض میکنم که اینجوری باشد که فی الواقع استدلالشون دقیقا مبتنی بر این فرضیه هم هست، و فرض میکنیم که این گزاره که نحوه عملکرد پیروان یک دین در طول تاریخ همیشه و همه جا یکسان بوده، عامل اصلیش شخصیت و تعالیم پیامبرشان بوده است. یعنی هیچ عامل اجتماعی دیگری در این که مسلمان ها خوب یا بد عمل کردن دخالت نداشته، الا این که پیامبرشون یه خصوصیت های شخصیتی داشته که اون خصوصیت های شخصیتی ایشون در کتابش، چون به نظر ایشون کتاب مؤلفش پیامبر است نه خدا، و هاکزا دین ساخته و پرداخته پیامبر است و این پیروان هم تربیت یافته شخص پیامبر هستند. تجلی پیامبر در هر سه این امر، در هر این سه کاملا مشخصه. فرض میکنیم همه اینها درست باشد و هیچ اشکالی بهش وارد نباشد. خب حالا این فروض رو من یه بار دیگه مرتب میکنم چون میخوام تک در مورد تک تکش صحبت کنم. فرض اول، مسلمانان به شهادت تاریخ اقتدارگرا، قدرت طلب و سلطه‌جو بودند از اول تا حالا. فرض دوم،
قرآن کتاب آسمانی مسلمانان این خصلت ها و گرایش ها را تأیید و تشویق کرده است. یعنی اقتدارگرایی وارد اصلا معناش هم نمیشم. فرض میکنیم اقتدارگرایی قرن 21 دقیقا میشه دوران پیشا مدرن استفاده کرد و پیغمبر اسلام دقیقا اتوریتاریان بوده است و همون شیوه که مثلا در علوم سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی هم سالون میگن. اصلا وارد این مناقشات نمیشم، فرض میکنم همش درست. و قرآن کریم هم این شخصیت اقتدار طلب قدرت خواه سلطگر را تایید کرده است. اسم خوشنودت نمیاریم، همونطور که ایشون خودشون مایل هستن. فرض سومم اینه که خب حالا پیغمبر به اصطلاح مسلمانانشون که عمل مسلمانان که اینجوره، قرآن هم که اونجوره، حالا اسلام چطور هست؟ اسلام دینی اقتدارگرا، قدرت طلب و سلطجو بوده و هست. با توجه به که نزد محقق محترم قرآن تعریف محمد ابن عبدالله است نه خدای او، دین اسلام هم ساخته و پرداخته وی است، بنابراین تعالیم اسلامی بر کاکل پیامبر میچرخد و تجلی شخصیت اوست. یعنی اون بحثی که من قرار جلسه دیگه یا جلسات بعد توی مقدمه اول وارد بحثش بشم و این جلسه صحبت نمی کنم. حالا مواردی که من با ایشون اتفاق نظر دارم، یعنی اینجوری نیست که ایشون همه این فرو این مواردی که الان ذکر کردم نادرست فرموده باشه، بخشش درسته، منصفانه بحث بکنیم. در یک گزاره با روشن فکر دینی محترم موافقم و آن این است، این موارد این گزاره است که من با ایشون همدلم. الف، میخوام تحریر محل نزاع به اصطلاح طلبگی و دانشجویی کنم. الف، متون دینی از تفسیر قرآن، کتب روایی، سیره، فقه و عرفان سمت و سوی سلطه‌گرانه و قدرت طلبانه دارد. یعنی اینکه اون تعالیم به اسلام متون اسلامی شامل این رشته‌ای که ذکر حداقل رشته‌ای که ذکر کردم، اینا همش ایشون درست می‌فرمان، اشتباه نکردن. یعنی بریم سراغ فقه، من کلی اشکالات بهش وارده دقیقا از همین زاویه. بریم سراغ عرفان، بله اون ولایتی که ایشون فرمودن از توش این مسائل به دست میاد. بریم سراغ سیره، خب تو سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق و بقیه سیرهای حرفا هست، قابل انکار نیست. بریم سراغ کتب روایی، خیلی احادیث بیش از اینه که ایشون فرمودن هست، خیلی تندتر از این. یعنی ایشون اشتباه نکرده که این موارد در روایات اسلامی وجود داره. بریم سراغ تفسیر قرآن، بله تو تفسیر قرآن از اول بگیریم تا حالا، حتی توی المیزان سلمنا بدون هیچ مشکلی، یه حرفا پیدا میشه. خب پس این مشکلی نیست، ایشون درست فرمودن، هیچ نسبت ناروایی در این که علوم اسلامی این مشکل رو داره اشکالی به ایشون وارد نیست، روایتگر صادقی هست. ب، الفش این ب، این متون یعنی متون اسلامی از پیامبر نیز چهره ای اقتدارگرا، سلطه‌گر و همان عارف مسلح که ایشون فرمودن ارائه کرده است. بنده با این موافقم. با چی موافقم؟ در این که اگر رفتیم تو کتب روایی و سیره و تفسیر و فقه و کلام و عرفان گشتیم، همچون پیغمبری از توش در میاد. دوست من نیامده امانتداری نکنه، امانتدارانه همچو تصویر از پیغمبر اسلام از توش در میاد. خب دیگرانی هم که اومدن به این اشاره کردن مستندشون همینا بوده، حرف غیر مستند که نزدند. مورد سوم، محور سومی که ما با هم موافقیم اینه که جیم، عمل مسلمانان خصوصا زمانی که در قدرت بودند همین گرایش را نشان میدهد. یعنی این که مثلا دوره اموی، دوره عباسی که بخشش دوران طلایی تمدن و فرهنگ اسلامی هست و مسلمانان ابر قدرت اول دنیا بودند و در زمان اونها این متون نوشته شده و عمل مسلمان ها اینجوری بوده، این نظریه رو تایید میکنه، تایید میکنه که یک چهره اقتدارگرایانه از مسلمان ها، اسلام، قرآن، بخشید قرآن نه، از پیامبر ارائه شده. تفسیرش بله، تفسیر قرآن هم بله، اما خود قرآن ها را مسئله دیگریست.
روشنفکر دینی علاوه بر این سه گزاره که من با ایشان موافقم، سه ادعای دیگر هم دارد. اگه بخوام تجزیه کنیم و ذره ذره بحث کنیم، سه ادعای دیگر هم دارد. الف، پیامبر تاریخی و قرآنی و واقعی اقتدارگرا بوده است. یعنی پیامبری که سیره ابن هشام معرفی کرده توی روایات صحاح سته مثلا آمده، در تفاسیر قرآن نه در خود قرآن معرفی شده، یک این پیامبر همون پیامبر واقعی است، همون پیامبری است که مسلمان ها ادعای پیرویش رو دارن. این پیامبر تاریخی که پیامبر واقعی است اقتدارگرا بوده. حالا اقتدارگرا هم جلسه دیگه من با منبع معرفی میکنم که این واژه به حقی است به ایشون نسبت داده شده بر اصطلاحات علوم سیاسی و جامعه شناسی امروز، حالا با همون معنای عرفی که ایشون مراد نظرشه، معادلاش هم از کتب مستشرقین، کتب معاصرین و دیگران خواهم آورد که معناش چه. امروز اینقدر حرف هست که نمیخوام وارد اینها بشم. پس نقطه اختلاف نظر اول من و دوست گرامیم سر پیغمبر واقعی است که لابلای تاریخ میخوام استخراجش بکنیم و بنده معتقد نیستم که ممکن نیست. قبل از ایشون هم چیزهایی بوده، کسانی بودن، ما میتونیم در موردشون بر اساس مدارک تاریخی به شیوه انتقادی مطلب استخراج کنیم. در مورد پیامبر اسلام هم میتونیم. دومین محور اختلاف که بسیار جدی است و من متاسفانه امروز فرصت نمی کنم بهش بپردازم، امیدوارم جلسه بعد، و این محورها رو هم ذکر میکنم، حالا دوستان دیگه هم که میشنون اگر میخوان تأیید کنن یا میخوان انتقاد کنن یادشون باشه اینا محورهای اصلی بحثه. قرآن نیز کتاب اقتدارگری و سلطه‌گری در کنار صفات مثبت دیگر آن است. یعنی در این نظریه که گام پنجمی که ایشون برداشته اینه که خود قرآن، نه تفسیر قرآن، نه برداشت مسلمانان از قرآن، خود قرآن کتابی است که از اقتدارگرایی و سلطه‌گری دفاع میکنه. البته منصفانه بگیم ایشون نگفته که توی کتاب مثلا بحث رحمت نیست، بحث شفقت نیست، بحث مودت نیست، بحث اخوت نیست، همه را قبول داره. میگه اما اون این بخش اقتدارگرایی بر بخش رحمتش سبقت دارد، یا حداقل در کنار اونها هر جا لازم باشه هم سر میبرد، دستور بریدن سر داده، دستور به زور مسلمان کردن داده. میگه در کنار همه اینها این صفات خوبه، کسی نیاد بگه تو قرآن این قطار بکنه ما رحمت داریم، مودت داریم، چه داریم، چون که ممکن نیست. نکتش اونه که و این اجازه از طرف قرآن داده شده، شما میتونید به زور مسلمان بکنید، پدر مشرکین رو در بیارید، مرتد رو بکشید، حالا تو قرآن نه تو جای دیگر هست، بسیار خوب، حالا بهش میپردازم. اینم شده دوم. باز سوم، محور اختلاف سوم من و دوست گرامی، خدای معرفی شده توسط محمد و قرآن نیز خدایی است که در کنار رحمت اهل غضب و عذاب و انتقام است. خب ایشون یادمون باشه تحریف نکنیم، نمیاد بگه خدا رحمان و رحیم نیست، بله صد و چندین بار، 114 بار این دوتا از کنار هم به کار رفته، با واژه رحمان بیشتر، واژه رحیم در جاهای دیگه استفاده شده، همه اینا رو قبول داره. اما این خدا یه صفات دیگری هم داره که اون صفات هم کم نیست و گاهی وقتا میچربه بر رحمتش. یعنی کأنه خدایی که ایشون داره معرفی میکنه غضبه سبقت علی رحمته، این خدا عذاب میکنه، عذاب حسابی هم میکنه، عذابش هم شکنجه هست که زشترین شکل خشونت هست. حالا میگه خشونت هم نگفتیم، بسیار خوب، میگه شکنجه خشونت نیست، اونم خدا. خب این خدا رو چجوری میشناسیم؟ ما که نمیتونیم خودمون شهود رو داشته باشیم که من خدا رو اینجوری میشناسم. خب خدا توی قرآن معرفی شده، قرآن هم کی درستش کرده به نظر ایشون؟ محمد ابن عبدالله. پس همش برگشت به خودش، خداشو
قرآنش و دینش و خودش همشون اقتدارگرا هستن، به همون معنایی که ایشون اراده فرمودن، که حالا من وارد اون معنا هم نمیشم. و من توی سه محور اختلاف جدی با ایشون دارم. سه محور رو دوباره ذکر میکنم. یکی پیامبر تاریخی و قرآنی. 800 آیه در قرآن درباره پیغمبر آمده. این 800 تا رو بذاریم کنار، وقت بریم چی؟ بریم سیره ابن هشام ابن اسحاقی که خبر واحد هستن بچسبیم. پیغمبری که در واقع چجوری تو سلوک کرده با مؤمنین، مخاطبینش که آدم های ابلهی نبودن که پذیرفتنش، بسیار سختگیرم بودن. خب با نرمش، با رحمت، با محبت تونسته عرب دل خشن عرب بادیه نشین رو با خودش همراه بکنه. حالا آمده این پیغمبر واقعی، اینه پیغمبری که قرآن معرفی میکنه، پیغمبری که در دل مسلمانان اولیه بوده، پیغمبری که در سنت معتبر نه هرچی نوشته شده، نه روایتی، نه روایت متواتری، اینا رو دقت میگم، به عنوان یه متخصص این حوزه دارم صحبت میکنم، حالا مدارکم رو ذکر میکنم. اینها آمده این پیغمبر قرار است اقتدارگرا باشد. کلا و هاشا، قرآن ادی دفاع کرده از این شیوه اقتدار کرده، کلا و هاشا، خدای اسلام این گونه است، کلا و هاشا. این سه تا ادعای اصلی من این جلسه است. بچه اختلاف دقیقا درس گزاره اخیر الف بوجیم که گفتند، یعنی علوم رایج اسلامی و تاریخ زندگی مسلمانان تناسبی با قرآن، سلوک پیامبر و خدایشان نداشته است. اشکال اگر هست عدم تناسب این علوم، این زندگی در طول تاریخ با قرآن، با خود پیغمبر، حالا چه قول واقعیش، چه قول واقعی هم ذکر میکنم، قول معتبر، سنت معتبر و چی؟ و اون شیوهی که مسلمون ها از ایشون و اون خدای اسلام، خدایی که ما از زبان پیامبر و زبان قرآن که ما فکر میکنیم وحی الهی است و نه ارتباط پیامبر اینجا گیرندش بوده و نه دخالت کننده درش، خب در اینجا من معتقد هستم که این زندگی و این علوم انحرافی درش پیدا شده و معتقد هستم عوامل دیگری در شکل گیری این انحراف دخیل بوده که اون عوامل از چشم دوست محترم من مخفی مونده و من میخوام اون عوامل اینجا بشناسونم. یعنی بگم که ما وقتی میخوام بریم سراغ معرفی پیامبر، معرفی خدا، معرفی قرآن، در درجه اول میباید با روش صحیح علمی، با منابع معتبر این کار انجام بدیم که هیچ کدامش رعایت نشده، نه روش درست بوده نه منابع درست بوده. با یه مثال شروع میکنم برای اینکه کاملا ایشون هم فراوان همش مثال زده، من اینجا یه مثال میزنم. ببینید چیزی که من با ایشون اتفاق نظر دارم، با خیلی از دوستان دیگه هم اتفاق نظر دارم، همه معتقد هستیم متون شیعی آکنده از اندیشه غلوف هست. وارد حالا جزئیات غلوف هم نمیشم، با هم اختلاف نظر با برخی دوستان دیگه ممکن اختلاف نظر داشته باشه، اما اصلش رو هممون قبول داریم که یک جریانی آمده و تفکر غالیانه رو وارد منابع شیعی کرده. وارد جزئیاتش هم نمیشم، تو اختلاف نظرش هم وارد نمیشم، اصلش رو میخوام بگیرم چون میخوام از این مثال یه استفاده کنم. این رو کرد در سلوک عملی شیعیان نیز غیر قابل اغماز است. یعنی هم متون شیعی پر از اقوال و روایات غالیانه است، هم سلوک عملی شیعیان هم خالی از این مسئله نیست، غیر قابل اغماز. آی بر اساس روش روشنفکری دینی ایشون باید نتیجه بگیرن که منشأ این گرایش های غالیانه خود ائمه شیعی بودند. یعنی که انه خود حضرت علی این جوری رو و بقیه ائمه این همه غلوف رو توی تاریخ پمپاش کرده، توی روایات پمپاش کرده، قابل پذیرشه؟ و این متون و آن تاریخ شیعیان تجلی شخصیت این ائمه بوده است. انصافا کتاب‌های ما، همه این کتاب‌ها رو بذاریم، این تجلی شخصیت علی ابن ابی طالب است. زندگی ما
تناسبی با زندگی ایشون، روش و منش ایشون داره؟ حالان که قطعا میدانیم، اینو قطعی است، میدانیم جمعی از غالیان صنعت جعل حدیث را انداخته بودند و روایاتی گاهی به حد تواتر، ببینید گاهی به حد تواتر درباره تحریف قرآن و شخصیت فرابشری ائمه تولید کردند، به نحوی که پیدا کردن چهره واقعی ائمه از زیر خروارها روایات ساختگی و جعلی کاری بسیار دشوار و تخصصی است. میخوام بذارم عیان کنم و آشکار کنم این شیوه غلطی که پیش گرفته شده. یعنی اینکه مثلا اگه ما یه تعداد روایات داریم، آقای مجلسی هم آمده ادعای تواتر توش کرده که قرآن تحریف شده، بله اینا رو باید بذاریم رو سرمون چون روایات متواتره، حتما فرض کنین ائمه اینجوری گفتن. خیر، با قاطعیت به شیوه علمی اثبات میکنیم که همه این روایات جعلی است، همش جعلی است ولو تو اصول کافی باشد. این گویندش منم نیستم، قبل از من متفکرین بسیاری حرفا رو زدن. تفسیر قرآن و علوم کلام و فقه شیعیان هم مبتلا به این مبنای فوق العاده خطیر شده است، تا آنجا که شاکله تفکر شیعی را تحت شعاع خود قرار داد. خب حالا این مثال من تموم شد، فقط به عنوان یه مثال بود، میخوایدم بیشتر تحقیق در موردش بکنید، کتاب غلو مرحوم نعمت الله صالحی نجف آبادی رو ببینید، کتابای مرحوم مرتضی مطهری رو ببینید و دیگرانی که در این زمینه بحث کردن با طبقات مختلفی که درباره غلو در این مسئله قائل هستن، یا کتابای آقای سید حسین مدرسی طباطبایی رو ببینید. اینا متفکرین متفاوتی که به این منظر نگاه کردن و نوشتن. خب این در مورد یک سوزن به خودمون، یک جوالدوز به دیگران. اهل سنت هم به یک آفت مشابه از بعد از وفات پیغمبر مبتلا شده است. هم شیعه آفت زده است کتبش، هم اهل سنت آفت زده هستند. و آن اون آفت چیه؟ اتفاقا این آفت دقیقا به بحث دین و قدرت برمیگرده. اگر قرار باشه موشکافانه و عالمانه بیان بر رابطه دین و قدرت رو بررسی بکنیم، باید این نکته رو از اول بهش میپرداختیم، و آن دخالت قدرت سیاسی در تغییر موازین اجتماعی اسلام بوده است. یعنی اینکه از ابتدا، حالا دوران خلفای راشدین، اواخرش حداقل و دقیقاً به شکل خاص از زمان ملوکیت معاویه ابن ابی سفیان تا میره دوران عباسی و کتب اسلامی، همه کتب اسلامی در این دو دوره شکل گرفته. یعنی کتب اقدم یا مال دوران بنی امیه است یا مال دوران بنی عباس. به شکل مشخص بنی امیه و سپس بنی عباس برای توجیه دینی حکومت جائرانه، جهانگشایی و فتوحات که دقیقا شاهد بحث ماست، شیوه زمامداری ملوکانه، من اینجا یه نقل قول کنم از مرحوم ملا احمد مفتیزاده، هموطن اهل سنت ما، عالم بزرگواری که من در موردش کار تحقیقی انجام دادم و این اصطلاح رو از ایشون میگیرم، این برای دوستان اهل سنت که شنونده من هستن عرض میکنم، که میگه که اسلام از دوران معاویه، از خلافت نبوی وارد ملوکیت اموی شد. این حرف فوق العاده حرف درستی است. فقط ایشون هم نگفته، بسیاری از متفکران منصف اهل سنتی رو گفتن. بحث مذهبی نیست، بحث دقیقاً بحث دینی است، به تاریخ اسلام بستگی دارد، نه به این مذهب و اون مذهب. اینا چه کردند؟ غیر از زمامداری ملوکانه و سرکوب مخالفان، این مخالفان در زمان بنی امیه خصوصا به شکل وحشیانه کشته می شدن، ترور می شدن، شکنجه می شدن. خب اینا چجور معارفی احتیاج داشتن ترویج بکنن؟ اینها به یک تصویری سازگار از سیره پیامبر، تفسیر متناسب از قرآن کریم، احکامی حمایتگر از فقه نیاز داشتن تا بتوانند بدون دغدغه به خلافت، امارت و
و سلطه خود ادامه دهند. یعنی چه کار میکردن؟ یعنی این که چه روایتی نقل شود در توصیف پیامبر، از جیبشون پول میدادند، گوش کنید، پول میدادند. این که چه چیزی، چه خطی برجسته شود، چه خطی حذف شود، این سیمایی که از پیامبر قرار است نمایش داده شود، باید با این ملکی که به نام خلیفه رسول الله بر تختش نشسته است، اون تخت رو تصاحب کرده، باید نسبت داشته باشه، باید سازگار باشه. حالا ما نه در نظر نگیریم واقعا اینها دوران تکوین علوم اسلامی در زمان قدرت این سلسله ها صورت گرفته است و مطابق برخی اسنادی که ارائه خواهم کرد، یک اسناد فراوان است، یک چند تا نمونه ارائه خواهم کرد، قدرت سیاسی همه این علوم و تاریخ را مطابق میل خود شکل داده است. این نکته کلیدی، اگر بگویم شاه کلید تحقیق، این نکته کلیدی یعنی تأثیر قدرت سیاسی در علوم اسلامی و هاکذا در زندگی مسلمانان مسئله اصلی است که متاسفانه از چشم دوست گرامی من مخفی مونده و امیدوارم که این رو به نکاتشون اضافه کنم. انبوه روایات مؤید مدعای اقتدارگرایی، کتب سیره ای که دقیقاً بر همین اندیشه تدوین شده است، تفاسیر قرآن که با این اندیشه نوشته شده است. من در مورد تک تک اینا کار کردم، مقاله نوشتم، یعنی یک یک میخوام عرض بکنم. تفسیر قرطبی رو از این با این عینک خوندم، مقاله نوشتم، در حضور علمای اهل سنت هم در مراکش ارائه کردم، میاد بیرون. فقه و کلام و عرفانی که متأثر از این روایات و سیره و تفاسیر بودند، باید به شیوه انتقادی که مرسوم علوم تاریخی است بررسی شوند. اینجوری نیست که ما نتونیم از توش هیچی پیدا کنیم، خیر، اینا پر از گوهرهایی است که زیر خروارها روایات غیر معتبر و گاه جعلی پنهان شدند. ما باید بگردیم ببینید روش داره. اینجا میخواد با متون تاریخی مواجه بشید. در این متون تاریخی باید روش انتقادی رو پیش گرفت. پذیرفتن خبر، حالا واحد یا متواتر، که تعبدی نیست، چیه اقلایی است. چیه اقلایی یعنی متخصصان علم تاریخ چگونه حقایق را استخراج میکنند، همه نقل ها رو میذارن کنار هم، نقل ها رو با هم مقابله انتقادی میکنن و بعد میبینن که چه کسی نفع دارد، آیا گوینده این خبر در تولید آن نفعی داشته یا نداشته. به شکل سنتی بخوام بگیم، قرائن حالیه و مقالیه و مقامیه چه نکته‌ای رو اضافه میکند، با اون قرائن بعد متن رو در زمینش خونده بشه. حتی روایت نمیشه یک کلمه رو پیدا کرد همینطوری اوورد و گفت این اقتدارگرای سیانیست، در خود متن خون، در زمینش خونده بشه. اون وقت نتیجه میشه گرفت که گرایش این پیغمبر یا این دین یا این کتاب به اقتدارگرایی یا هر چیز دیگری بوده یا نبوده. نه تنها هر روایتی باز به ضعف سندی آن در علم رجال نمیتواند شاهد گرفته شود، که اکثر روایاتی که ایشون استناد کردن حتی در رجال سنتی هم تصریح به ضعفش شده یا بی سندیش شده، اینا که نمیتون توی بحث علمی مورد شهادت قرار بگیره. بعدم گفته نشه که آقا من نگاه اجتماعی دارم میکنم. آقا یه نگاه اجتماعی هم جامعه شناسی تاریخ هم قاعده داره. به عبارت دقیق تر، اولا با خبر واحد ظنی و صدور که مطلقاً حجت نیست نمیتوان وارد این گونه مباحث بنیادی و اعتقادی شد. بس بحث فقهی و فرع فقهی نیست که حالا چشممون رو هم بذاریم بگیم آقا ظن به اصطلاح فقهی حجت هست اینجا. تو که بحث اعتقادی است. تو بحث اعتقادی ما به قطع احتیاج داریم، به یقین احتیاج داریم، حداقل به اطمینان احتیاج داریم. از خبر واحد این چیزا در نمیاد. حالا روایاتی که ادعای تواتر آنها هم شده، بدون تحقیق کامل تاریخی نمیتوان پذیرفت. ذکر خواهم کرد در مورد جهاد
یعنی انی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، این ادعای تواتر شده، اثبات خواهم کرد اینو نمیشه، قابل انتصاب به شخص پیامبر نیست، دلیلش رو خواهیم شد ان شاء الله. به عبارت دقیق تر، ما نیاز داریم به قرائن قطعی که مطمئن شویم این روایات ساختگی یا جعلی نبودند و مطابق مذاق قدرت سیاسی تولید نشدند. پس این است که در این مسائلی که ارتباطی با قدرت سیاسی دارد، این روایات فرمایشی باشد، سفارشی باشد، و بنابراین باید اثبات اعتبارش بکنیم، نه برعکسش. خواهش میکنم میوت بفرمایید. خب اکثر این روایات که مرتبط با بحث ماست که در آنها ادعای تواتر شده به چند راوی معدود برمیگردد، موردش تحقیق کردم، حالا تحقیقم هم عرض میکنم، که برخی از آنها مثل حضرت ابو هریره در جعل حدیث ید طولایی دارن. چندین کتاب در مورد شخصیت ابو هریره نوشته شده و ایشون در اون زمان بسیار نوجوان بوده وقتی پیامبر از دنیا رفته. تعداد روایاتی که از پیامبر نقل کرده یه سرش قطع میشه بی؟ چهار ساعت هم در خدمت پیامبر بوده باشه و بوده باشه، امکان نداره که اینها از پیامبر بوده باشه. اصلا حساب دو تا چهار تا بکنیم. این روش علمی مواجهه با متون دینی در عالم اسلام است. ربطی به نواندیش و کهنه‌اندیش هم ندارد. من شخصیت‌های امروز اسم مثال خواهم زد. هیچ کدومش هم جزء نواندیش و روشنفکری بساطا محسوب نمی‌شن. با همین شیوه پیش رفتن. شیوه عالمانه، شیوه آکادمیک. خیال نکنیم که صرفاً روشنفکری دینی این مباحث رو شروع کرده. خیر. مدرک خواهم آورد که این عالمان مسلمان حداقل یک قرن و نیم است که این مباحث رو دارن ذکر میکنن، در از عالمان بزرگی هستن که در مجامع اهل سنت و یا شیعه پذیرفته شدن و مقبولن. از همشون اسم خواهم بود. نمونه توهم نشود برای استنتاج اسلام رحمانی و پیامبر اخلاقی ما این شیوه را اتخاذ کردیم. مثلا به نتیجه کاری ندارم. مقدمات به روش علمی چیده شده باشد، نتیجه هر چه می‌خواهد باشد، اسلام قصابت مصباح یزدی باشد یا اسلام رحمانی بنده باشد، مهم این است که ما با روش علمی پیش رفته باشیم. به نتیجه هیچ کاری من ندارم. مطابق این موازین سختگیرانه علمی، مدارکی که قابل اتکاست عبارتند است. الف قرآن کریم، این اجماع و اتفاق مسلمانان، این کتاب خداست، الفاظش هم مال خداست، معناش هم مال خداست. ما بر این مبنا این کتاب رو هر چه درش باشد موظفیم به عنوان مسلمان دفاع کنیم، منصفانه هم دفاع میکنیم که آیا این کتاب، این آیاتش، سوره توبه، سوره انفالش، سوره نسائش، آیت و سیف، سیف هم تو قرآن نیست، این دلالتی بر خشونت یا دلالتی بر اقتدارگرایی یا هر چیز دیگری از این نسبت‌های ناروا می‌کند، دلالتی بر جنگ طلبی و اینکه اصالت جنگ از این عبور می‌کند یا نه. دومش، اقوال و سیره عملی پیامبر مطابق موازین مسلم تاریخی بعد از بکارگیری روش انتقادی. اینجوری نیست که من سنت رو بذارم کنار. خیر، سختگیرانه هم از روش سنتی استفاده میکنیم، رجال سنتی، هم با روش مدرن تاریخی انتقادی میریم سراغش. اینم دومیش. سومش، برای ما شیعیان اقوال و سیره ائمه اهل بیت خصوصا از سنت پیامبر، یعنی وقتی قصه سنت پیامبر مطرح میشه، اگر روایتی از علی ابن ابی طالب نباشه که در اکثر موارد شاهد بوده و نقل کرده، با دیده تردید می نگریم. جالب اینجاست تمام مواردی که امروز درش داریم هیچ کدومش علی ابن ابی طالب نقل نکرده، همش از دیگران نقل شدن. اینا رو سند یکی یکی روش کتاب نوشتم، کار کردم، میگم که بدون، یعنی هیچ کلیگویی نمیخوام بکنم، بریم سراغ مسئله اصلی. مبنای محققان صحت خبر محفوظ به قرائن مطمئن عقلی و تاریخی است. میخواهد خبر به شکل سنتی و خبر واحد باشد یا ادعای تواتر در او شده باشد.
حالا مدارک، یعنی گزیده چند مدرک که میخوام بگم که اولم از اهل سنت 4 تا حدیث از اهل سنت نقل میکنم، 2 تا حدیث هم از منابع شیعی نقل میکنم که متوجه باشیم این چیزا بوده و هست لابلای همین کتاب. کسی هم نگه دور اینا خبر واحد هستن یا چیز دیگری. مبنای من این بود که خبر هرچه میخواهد باشد اگر همراه با قرائن قطعیه یا مطمئن باشد قابل پذیرش است، یعنی بتونه نشون بده که این خبر ساختگی نیست. و این اخبار به نظر من ساختگی نیست، قابل پذیرش. منابعش هم منابعش نوعا صحیح بخاری است و مسند احمد ابن حنبل هست و صحیح مسلم است و دیگر. انس ابن مالک نقل میکند، میگوید ما عرف و شیئا الیوم مما کنا علیه علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به شیوه صلوات اهل سنت. این رو مسند ابن احمد ابن حنبل نقل کرده، میگه من از آنچه در عهد رسول الله بران بودیم امروز چیزی نمیشناسم. ایشون از صحابه تراز اول پیغمبر است، از بزرگان اهل سنت، یعنی میگه از دست رفت. این مونده. این باز همین ایشون میاد توی این روایت دوم صحیح بخاری، خب صحیح بخاری دیگه از جانب اهل سنت تلقی و قبول شد بسیار، اما من به این کار ندارم. این روایت مضمونش مطابق موازین تاریخی قابل پذیرش. باز میگه ما عرف فیکم الیوم شیئا کنت اعهده علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد لیس قولکم لا اله الا الله. میگه از اون چه که ما بر عهد پیغمبر شاهد بودیم فقط قول لا اله الا الله شما موندی، بقیهش رو همه دیر پا گذاشتید. ابن رجب در فتح الباری که شرح صحیح بخاری هست همین رو با یک ورژن دیگریش روایت میکنه، دیگه لا اله الا الله شو نمیگه، میگه الا شهادتکم هذه، مگر همین شهادت لا اله الا الله. حالا فقط چیز انس هم نیست، ابو الدرداء میگه که باز از صحابه والله قسم میخوره ما عرف فیهم شیئا من امر محمد صلی الله علیه و سلم الا انهم یصلون جمیعا، میگه جز این نمازی که شما به جماعت برگزار میکنید هیچی از سنت پیغمبر رو باقی نگذاشتید. مسند احمد ابن حنبل، بخاری هم روایت دیگریش رو شکل دیگریش رو نقل کرد. دو روایت هم از شیعه نقل میکنم، مال شیعه بیشتر، چون متهمند که چون این روایات به خاطر نزاع مذهبی ساخته شده من اونا رو ذکر نمی کنم. دو تا روایتی که مشابه روایت اهل سنت میارم، این شیوه علمی اینه، کاری نداشته باشیم، اینا به خاطر نزاهای مذهبی اینها رو اومدن درست کردن. عبید ابن زراره از ابی عبدالله امام صادق نقل میکنه ما من شیئن علیه الناس الیوم الا و حرف اما نزل به الوحی، میگه که هیچ چیزی از اون چه که مردم امروز بر اون هستند یافت نمیشه مگر این که از مبنای وحی یا قرآن تحریف کردند، یعنی یه چیز دیگری غیر از اون چی که قرآن دستور داده را پیش میبرند. بشیر دوخان باز از امام صادق نقل میکنه قسم میخورد، میگه که جز این که رو به قبله نماز میخوانید چیزی از پیغمبرتان باقی نگذاشته اید. حالا این موارد که اگه بخوام میشه در مورد یک رساله بلند نوشت از روایات و قرائن تاریخی که به این نتیجه ازش به دست میاد، و اون اینه که اون چه که در صدر اسلام بعد از پیامبر اتفاق افتاد مسئله کوچکی نبود. دشمنان خونی پیامبر یعنی امویان، ابو سفیان و فرزندانش سیطره پیدا کردن، و اصلا فقط شهادت حسین ابن علی نیست، بعد ذبح اسلام است. اون چه که از حسین ابن علی مهمتر بود این بود که اینا اسلام رو تحریف کردن، بس تحریف قرآن نیست، تحریف معنوی کردن، اسلام رو تحریف کردن، پیغمبر رو تحریف کردن. وقت ما میان به این دینت محرف، سیره محرف، تفسیر محرف میخوام استناد بکنیم بگیم پیغمبر چنین است یا چنان بوده است؟ خب برای ما قرآن وجود داره، خود قرآن وجود داره، قرآن رو با عینک سیره ابن هشام نخونیم، قرآن رو بر اساس خودش بریم سراغش، بر اساس فعل پیغمبر بریم سراغش. خب این رو من ادامه نمیدم، 10 دقیقه وقت دارم، 10 دقیقه بیشتر. بخش دوم عرایزم در مورد ارتداد است. دوست گرامی ادعا فرمودند که پیامبر
یکی از ادله اقتدارگرایی پیامبر روایت متواتر من بدل دینه فقتلو است. هر که دینش را تبدیل کرد، عوض کرد، یعنی از دین بیرون رفت، بکشیدش. فرمودن این در شیعه و سنی متواتر است. هر دو کاملا غلط است. احدی از علمای شیعه ادعای تواترش نکرده. در اهل سنت هم ادعای تواتر نشد. حالا من نقل قول میکنم که وقتی وارد حوزه‌های میشید که از اون اطلاع کافی ندارید و نسبت‌های میدید به پیغمبر، خب باید به خدا پناه برد. بحث کوچکی نیست. برای من و شما کسی عزیزتر از پیغمبر نیست. حرف قول و قولان سدیدا. دوست گرامی من توی همین فرمایششون، توی سوال و جواباشون به اصطلاح نامه‌ای که بین من و محمد جواد فاضل لنکرانی رد و بدل شده رو تو اینجاش مطالعه کرده بودن. ظاهراً ندیدند که من بعد از نامه اول به ایشون یه رساله بلند نوشتم، برای تبدیل به یه کتاب کردم. این کتاب در سال 1393 منتشر کردم به نام مجازات ارتداد و آزادی مذهب. این کتاب الان انگلیسیش تا ماه فوریه، یعنی چند هفته دیگه، توسط دانشگاه ادینبورگ در انگلستان منتشر میشه. عربیش تا 4 ماه دیگه در قطر منتشر میشه. ویرایش دوم فارسیش هم تا 6 ماه دیگه در آلمان منتشر میشه. بر ویرایش دوم یک مقدمه بیش از 100 صفحه نوشتم، مقدمه جدید، که ای کاش بخوانند و مطالعه بفرمان تا ببینند. اونجا این تحقیقات رو کردم، توی متن کتابم قبلش بوده. حالا هر دو من موارد رو ذکر میکنم. در کتاب نوشتم، یعنی هم ویرایش اول کلان دستتون هست، روی وبسایت هست، میتونید مراجعه کنید. نخستین کسانی که در تاریخ اسلام به عنوان مرتد به قتل رسیدند مسلمانانی بودند که از پرداخت زکات به خلیفه اول خودداری کردند. اینو شیخ طوسی در مبسوط نوشته. کشته شدن تعداد قابل توجهی از مسلمانان به عنوان رد، یعنی ارتداد، این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرد که مستند قتل این افراد چه بود است. درست همانند پرسشی که پس از به قدرت رسیدن خلیفه اول مطرح شد، وجه مشروعیت خلافت ایشان چه بود. اولی رو با لا تجتمع امتی علی الخطأ درست کردن، دومیش هم یک حدیثی رو به پیغمبر نسبت دادن که من بدل دینه و فقتلو. بعد اثبات میکنم که این حدیث حتی در زمان خلیفه اول هم نبوده. این حدیث حدود سال 60 درست شده. یعنی یک قرن و نیم بعد این حدیث متولد شده. همه راویاش، همه مولدانش هم، جاهلانش هم برای شما ذکر خواهم کرد. خب، حالا اصلا نمیخوام وارد این بشم که ارتداد اون زمان چه بوده، این زمان چه بوده، نتیجه بحثم رو اونجا ذکر بکنم. در به اصطلاح منابع شیعی، در کتب هیچ، در غیر از مستدرک حاجی نوری، این روایت ذکر نشده. مستدرک هم کتاب ضعاف است، یعنی حدیث های ضعیف، یعنی نه تو وسائل شیعه است، نه تو کتب اربعه است، نه هیچ کتاب روایت دیگر. بعد اولین بار هم تو کتب فقهی نقل شده، از کتب اهل سنت آورده شده. اونا رو هم همه آوردم و بعدش این نتیجه رو گرفتم که مرتد، حکم قتل مرتد از قیود سیاسی اولیش منتزع شد و به صورت فعلی درآمد. نتیجه بحثم در متن کتاب ویرایش اول اینه که هیچ کس در زمان پیامبر با عنوان مشخص مرتد اعدام نشده است. هیچ کس. و مجرمان معدوم محکوم به دیگر جرائم بودند. قبل از من 2 نفر از اساتیدم در این مورد تحقیق میکروسکوپی کردند. یکیش مرحوم استاد منتظری در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان. تمام این افرادی رو که دوست گرامی اسم برده، ایشون داده شاگرداش تحقیق کردن، یکی یکی خودش بررسی کرده، نتیجه تحقیق اومده توی کتاب نوشته. که اسم 1, 2, 3, 4 این افراد که گفته میشه در زمان پیامبر اعدام شدن یا ترور شدن، جرایمشون چی بوده. و بعد نشون داده که بر اساس مدارک اهل سنت، از روایاتی که گفته میشود این افراد ترور شدن جعلیست، غیر معتبر است. استاد دیگر من مرحوم آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
کتاب الحدود 4 جلد. ایشون هم یک تحقیق مفصل داده توسط شاگرداش انجام شده، خودش بررسی کرده، نتیجه شده در کتابش اعلام کرد، آدرساش تو کتاب من هست. تک تک اینا رو آورده بررسی کرده، نشون داده که اینا هیچ کدومش قابل انتساب پیامبر نیست، یا روایتش ضعیف است یا اصلا درست نمیشه. مثلا اون مغنیه که میگن به حکم ارتداد کشته شده، هیچ دلیلی بر مسلمان بودنش نداری که به عنوان مرتد کشته شده باشه. خیلی قشنگه ها، یعنی اصلا این طرف مسلمان نبوده، مرتد در موردش جاری نمیشه، حکم مرتد در موردش جاری میشه و موارد دیگه. قتل برخی افراد در زمان خلفای سگانه تحت عنوان رد مورد تایید ائمه اهل بیت واقع نشده. این که امام علی کسی را در زمان حکومت خود به دلیل ارتداد یا خروج از اسلام اعدام کرده باشد، فعال دلیل معتبر است. من تمام روایات رو، تمام از وسائل شیعه، مستدرک وسائل، همه رو آوردم، تک تک بحث سندی و بحث دلالی کردم، اثبات کردم به هیچ وجه من الوجود قابل انتساب نیست. در زمان دیگر ائمه هیچ کس با حکم ایشان به دلیل تغییر دین و خروج از اسلام اعدام یا دستور اعدام داده نشده است. قتل افرادی به عنوان مرتد در زمان خلفای اموی و عباسی غیر قابل انکار است، اما هیچ دلیل معتبری بر تایید این احکام از سوی ائمه در دست نیست. نتیجه که تو کتاب گرفتم، ویرایش اول، اجرای حکم قتل مرتد از سوی اولیای دین یا با تایید و رضایت ایشان در منابع شیعه فاقد دلیل معتبر است. خب حالا بیام سراغ در ویرایش دوم که به زودی گفتم و چند هفته دیگه بیرون میاد. من خلاصه این بخشش، اون بخشش که نسبت به پیغمبر داره و مشخصا در مورد من بدل دینه و فقتلوس رو برای شما میگم. ببینید این علما آمدند و این حرف رو زدن، هیچ کدومشون هم روشن فکر به معنای امروزی نیستن. محمد عبدو، محمود شلتوت، عبدالعزیز جاویش، عبدالمتعال سعیدی، محمد توفیق صدقی، حسن ابراهیم حسن، عبدالمجید، عبدالحمید متولی، محمد فتحی عثمان، صادق المهدی، اکثر اینها مصری هستند، غیر از این آخر سودانی، بقیهشون بیشتر مصری هستند. بسیار از اینها یا مفتی ازهر هستند یا از بزرگان قابل احترام ازهر هستند. شلتوت و عبدو رو همتون میشناسید، بقیهشون هم حالا خواهید دید چه آدمای عالی بودن تو این زمینه، چقدر قشنگ فکر کردن. اینها با صدای بلند از آزادی مذهب دفاع کردند. که این آقای عبدالمتعال سعیدی که عالم از هر بوده آمده کتاب نوشته، دقیقا همین کاری که من کردم 50 سال 70 سال 60 سال قبل از من این کارو کرده، با یه عالم دیگر اهل سنت مباحثه کردن، اون میگه که باید مرتد و کشت چون پیغمبر دستور داده، این میگه پیغمبر دستور نداده، کتابو منتشر کردن، بعد مجله از هر کارشو منتشر نکرده، به صورت کتاب منتشر کرده، مشخصاتشو من تو کتابم آورد. اینها همشون از آزادی مذهب دفاع کردن و اثبات کردن این مخالف قطعی قرآن هست که فردی به عنوان مرتد، اونم معنای مرتد یعنی خروج از دین، اعدام بشه. حالا نکته جالبش اینه، گفتن که در مورد مجازات ارتداد، این آدم ساده نگفته، محمد عبده گفته، شیخ محمود شلتوت گفته، اینا مفتی اول از هر مصر هستن، گفتن که واجبات و محرمات با خبر واحد قابل اثبات نیستند. نه فقط اعدام، نه فقط احکام جزایی و کیفری، واجبات و محرمات با اخبار واحد قابل اثبات نیستند. جرم دنیوی ارتداد با خبر واحد قابل اثبات نیست. هیچ اجماعی هم در این مسئله در کار نیست. از این جالبتر، این صبحی ساله از علمای بزرگ علوم القرآن، کتاب اول در علوم القرآن بخش اولش رو آقای محمد مشتاق شبستری آمده ترجمه به فارسی کرده. اینقدر کتاب مهمه که اونجا اتفاقا نظری متفاوت نظر فعلیشون داشتن، اونجا تذکر دادن. ایشون میگن که این حدیث من بدل دینهو خبر واحد صحیح است به نظر آقای صبحی ساله، یعنی خبر متواتر، آقای دکتر سوشی خبر متواتر وجود خارجی نداره. سالوی میگه که این حدیث، سالوی میگه این حدیث متواتر نیست. و بعد حالا اونی که جالبه، ما گروه دیگری از مسلمانان اهل سنت داریم که نوان اینا از کشور تونس هستن که فلواقع این نحوه مواجهشون با مسائل دینی برای روشن فکر دینی درس آموز است.
شاخصترینشون محمد طالبی است، خدا رحمتش کنه. من در کتابم بسیار ازشون تجلیل کردم. به فرانسه می نویسه، چند تا مطلب به انگلیسی و بقیهش به عربی است. خب اونش که من تونستم بخونم به عربی یا انگلیسی بود، ازش اینو استخراج کردم. یک پیروی داره به نام حمیده اونیفر، از باز تونسی است. عبدالمجید شرفی تونسی، کتاباش بسیار ارزنده است. اگر کتاب اینا ترجمه بشه، اون وقت معلوم می شود روشن فکر دینی ایرانی در جهان اسلام چه جایگاهی دارد. جمال البنا ایشون مصری هست. احمد صبحی منصور مصری ازهری، محمد صبحی الاشماوی مصری، اینها آمدن این گروه میگن آزادی مذهبی اصل اساسی اسلام است. هر چیزی، هر روایتی آزادی مذهب را نفی بکند، این روایت مردود است ولو به شکل متواتر عرضه شده باشد. بحث تعارض با قرآن عرض مسئله دیگری است. میگن اگر روایتی با این موارد معارض باشد مردود محسوب میشود. و ضمناً این آزادی برخلاف نظر اون اسلام قدرت طلب نسخ نشده. یه چیز جالب اینجا بشنوید. توی یک تو کنفرانسی که در کشور مراکش من شرکت کردم سال گذشته قبل از جریان کرونا و کتابش تو ماه دیگه انشالله بیرون میاد، یعنی مقاله من در اون کتاب، اونجا بحث من همین بود که وقتی شما میخواید آزادی دین رو اثبات بکنید، اول باید اثبات بکنید آیه لا اکراه دین و بقیه حدود 100 تا آیه به اصطلاح امروزی لیبرال قرآن نسخ نشده. همه آیاتی که ما بهشون افتخار میکنیم. متاسفانه همین اسلام قدرت طلب با یک آیه 4 و 5 سوره توبه و اسمش رو بذارن آیت السیف، سیف تو قرآن نیست، به عنوان آیات السیف مشهوره، ادعا میکنن که یک قلم 120 آیه نسخ شده است. بسلام. یعنی هیچی قابل استناد نیست. بله این همون تفکر اقتدارگرایی است که من دارم باش مبارزه میکنم. اونجا این به اصطلاح اثبات کردم که در شیعه درست برعکس، نه تنها ادعای نسخ این آیات نشده، بلکه همواره این بر اساس یک استدلال عقلی استوار شده که قابل نسخ شدن نیست. هم از آقای خویی آوردم، هم از آقای طباطبایی. آقای طباطبایی اعتباری که المیزان داره تو معارف قرآنی است، نه توی مباحث اجتماعی. خب تو مباحث اجتماعی کسیست مثل بقیه یا علما؟ سنتی فکر میکرده. به این شیوه نمیشه من المیزان رو کنار گذاشت. تو مباحث اعتقادی بیام جلو، تو مباحث اعتقادی حرف دیگه است. بعد اونجا ذکر میکند که قرآن بر آزادی عقیده تأکید دارد. طالبی با افتخار در مجله تطبیقی مسیحیت و اسلام نوشته است قرآن اولین کتاب الهی است که تمام قد از آزادی دین دفاع کرده است. یک کتاب دیگر مذهبی بیارید که این کار کرده باشه. کار نواندیش دینی این حرف هاست. بعد احادیث منتسب به پیغمبر در مورد مجازات مرتد، طالبی میگه اونیفر نقل کرده، شرفی پذیرفته، همه اینا که بعدش اومدن از طالبی گرفتن. دهه 80 میلادی. مجازات مرتد نه تنها اخبار واحد مخالف قرآن هستن، بلکه جعلی هستن. اولین کسی که جعلی بودن من بدل دینه و فقتلو و روایت مشابهش رو گفته محمد طالبی است. این حدیث بشنوند دوستان من، بشنوند. طالبی نوشته است، مقالش به انگلیسی موجود است. وقتی متن کتبیش رو منتشر کردم من آدرسش هم خواهم داد. میگه روایت من بدل دینه و فقتلو تحت تأثیر ادبیات تورات در عصر اموی یا عباسی تولید شده است. بعد از اون محقق دیگری آمده ذکر کرده که حتی حدیث من بدل دینه و فقتلو در زمان ابوبکر هم موجود نبود. این حد ارتداد منسوب به پیامبر اسلام دو حدیث بیشتر ندارد. یکی اکرمه مولای ابن عباس و دیگری اوزائی بدون سند. سپس مسلم در صحیحش به شکل مسند آن را نقل کرده. حدیث اختراعی اوزائی این است: لا یحل دم امرء مسلم الا به احد الثلاث، سومیش و تارك لدینه المفارق للجماعه. دم خون مرد مسلمان جایز نیست مگر به یکی از این ستا، سومیش کسی است که دینش را ترک بکند و از جماعت مفارقت بجوید.
اوزائی در دوران اموی زندگی کرده است، ناصر و خادم آنها بوده، بعد دولت عباسی را هم درک کرده، به آنها هم خوشخدمتی کرده، در هر دو دولت هم متمتع شده است. معاویه ابتدا به فتوای فقها نیازی نداشت، حجر بن عدی را بدون اتهام ارتداد یا بدون دلیل شرعی دیگری کشت، این خشونت عریان. یزید بن معاویه هم در قتل حسین و اهل بیتش در کربلا و جنگ مدینه و حتی حرمت مکه خود را نیازمند فتوا نمیدید، با مشیت الهی توجیه می کرد. اما در دوران عباسی نیاز به روایات بود و این روایات مؤید اون سیاست بود. در پاسخ صفاح عباسی که از او درباره عاقبت بنی امیه صادر شده است، حدیث لا یحل دم و امرئ مسلم الا به احدی الثلاث توضیح شد. خود اوزائی این مطلب را نقل کرده است. این حدیث اختراعی بدون ذکر سند است. بعد ابو حنیفه و اوزائی با همدیگهشون مقایسه کرده که ابو حنیفه بر سیاست نفس حریص بود و احادیث کاذبه را انکار میکرد. بسیار آدم محتاطی بود در نقل حدیث. اما برخلافش اوزائی احادیث مجهول به پیغمبر نسبت میداد و همزمان به استحلال دماء فتوا میداد. از جمله فتوای مورد نظر هشام بن عبدالملک به قتل قیلان دمشقی معتزلی، فتوای استحلال دماء امویان به درخواست عباسیان. ابو حنیفه قیاس با یا اجتهاد شخصی خود را بر احادیث اوزائی ترجیح میداد، همون دعوای اهل حدیث و اهل رأی. فقهای عصر عباسی حدیث اختراعی اوزائی را مسند کردند و دو قرن بعد به صحیح مسلم راه یافت بدون ذکر اوزائی در سلسله سند. همه رواتش متهم هستند، نه فقط یکی از روات. حالا ببینید وقتی کار علمی بخوام صورت بدیم، میریم بررسی میکنیم، روشن فکر دینی میفرماد حدیث من بدل دینه و فقتلو متواتر بین الفریقین است، به این نتیجه میرسیم که خبر واحدی است که برخی آن را صحیح دانستند و بسیاری آن را مجعول دانستند. ساحت پیامبر اسلام از صدور همچو حکم مخالف قرآن مبرر است. احتیاط بفرماد در اونچه که میخواد نسبت بدید بهشون. خب روایت من بدل دینه فقتلو از اکرمه مولای ابن عباس در صحیح مسلم یقینا از احادیث کاذب است، در صحیح نقل شده. خب برید کتابای تقی الدین الالبانی رو مطالعه بفرمایید، ببینید چقدر حدیث از صحیحین رو ایشون اثبات کرده که اشکال سندی داره، از علمای معاصر اهل سنت است. و با جرح و تعدیل اثبات کردیم که دو حدیث اصل مجازات مردد کذب محض است و با تشریع اسلام حقیقی یعنی قرآن که فیصل سنت رسول الله است در تناقض است. مستند حد ارتداد خبر واحدی بیشتر نیست. خب حالا این میشه یک کلمه، کلمه که من در مورد ارتداد آمده دیگرم میدارم تا وقت گذشته. همینقدر بس من در مورد جهاد ابتدایی دارم و در مورد حدیثی که ذکر شد که پیغمبر نسبت شد عمرت من اقاتل الناس تا یقول لا اله الا الله. اینجا بحث عالمانه است، این نیست که بیم برفن بار کنیم مشتی روایت و بعدم بگیم به سادگی بگیم پیغمبر اقتدارگرا بود. پس من فعلا این نتیجه رو میتونم بگیرم، محمد ابن عبدالله هرگز دستور قتل فردی را به عنوان ارتداد صادر نکرده است. هیچ روایت در مورد نیست. این مطلب قطعی است. هر که خلاف این میتونه برداره تحقیق کنه منتشر بکنه. من جلسه آینده به امید خدا سعی میکنم، عجله نمیکنم، نمیخوام کلی بافی بکنم در مورد آنچه که ذکر شده. بالاخره تیری از کمان پرتاب شده، مطالبی گفته شده، خوبه یک یک نارو بس کنیم. من یک جلسه میخوام در مورد جهاد ابتدایی صحبت کنم، جهاد ابتدایی و این حدیث و لوازمش و این تهمت و افترای این که پیامبر ما با شمشیر مردم رو مسلمان کرده. این رو نه قرآن تایید میکنه، نه سنت معتبر پیغمبر تایید میکند و نه با مسلمان، با روش تاریخی انتقادی هم بیرم جلو. هیچ کاری هم به این موارد به اصطلاح دیگر ندارم، یعنی با روش کاملا مدرن. این میشه دو تا مدعای اصلی پیغمبر اقتدارگرا. چرا از اینجا شروع کردم؟ به خاطر اینکه مشخص بکنم که اسناد چه. بعد از اون میرم سراغ قرآن و این بحث خسر. آیا این قتل دو کودک بیگناه روشی است که همه اولیا از جمله پیامبر اسلام از جمله
عرفا اینها هم میتونن انجام بدن که این عین فرض بکنیم اقتدارگرایی و خشونت مسلم است دیگه، هر بدون اسم میتونیم بهش ذکر بکنیم. و بعد بحث تشریع، اینا ادعاهای اصلی است. اون حرفایی هم که به سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق نسبت داده شده تو وقایع دیگه اثبات کردیم که اونا به هیچ وجه قابل استناد نیست. خلاصه نتیجه گیر بحث امروزم تمام، من اثبات کردم که تو اون سه محوری که من با دوست گرامیم اختلاف نظر داریم، یعنی پیغمبر چنین بوده است و قرآن چنین بوده است و خدا چنین بوده است، حداقل در مورد پیغمبرش امروز اثبات کردم در یک مورد و اونم مسئله ارتداد، این نسبت کاملا نسبت غلطی است، نه روایت متواتر است، نه خبر واحدی هم که هست جعلی است و قابل پذیرش نیست. در مورد موارد دیگه اصلی هم به همین شکل پیش خواهم رفت تا این مطلب رو به طور کلی بتونم اثبات کنم. حرفای اصلی من در جلسه آخر خواهم زد، برای اینکه مقدمات چیده بشه تا اون نتیجه که میخوام بگیرم. بنابراین کمی طول میکشه و امیدوارم که دوستان صبور باشند. با ادب کامل به شیوه علمی پیش رفتیم، به خاطر هیچ نیازی به چیز دیگر نداریم و الحمدلله دست پر است از منابع معتبر و روش علمی، و من یقین دارم و امیدوارم که دوست گرامی تجد نظر بفرمان و در جلسه دیگه که من خدمتتون هستم این مژده رو به شما بدم که این اصلاحات صورت گرفت و موارد اختلاف از این که بود کمتر شد. مواردی هم که باقی میمونه خب بحث باقی و ما انشالله ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو قسمت پرسش و پاسخ خدمتتون خواهم بود.